بسم الله الرحمن الرحیم. مسابقات تیم ملی گوشتی افغانستان است. الیاس بالاباس سبز در وزن 60 کیلوگرم قرار همراه ورزشکاری از ولایت بادغیس مسابقه انجام بده. در وزن 60 کیلوگرم دو ورزشکار با هم به رقابت خواهند پرداخت. ببینیم که هر کدام به برتری برسه به فینال مسابقات وزن 60 کیلوگرم راه پیدا خواهد کرد. کریم الله از ولایت بادغیس در مقابل الیاس بالاباس سبز از ولایت هرات در ابتدای کار از حرکت زینگه چپ میره تا استفاده بکنه و ببینیم که امتیاز از آن کینه. داور مسابقه و صحنه نزدیک آقای سمک و یک لحظه در تکرار صحنه ببینیم الیاس رفت تا از حرکت زینگه چپ استفاده بکنه اما حریفی رو جلوگیری میکنه از فنی و الیاس موفق نیه که حرکت که داره تکمیل بسازه. بله، الیاسی که از کلاپ پهلوانی ستاره آسیا در ولایت هرات که آمده در ولایت بادغیس و میای تو از عنوانی که داره و از افتخاراتی که در ولایت هرات کسب کرده یک بار دیگر اینجا هم حفاظت بکنه و این نتایج در ولایت بادغیس هم به دست بیاره. در مقابل کلیم اللهی به میدان آمده که طرفداران زیادی رو در ولایت بادغیس داره و خیلی از جوانانی که پای در عرصه پهلوانی گذاشتند از او زیاد در این روزها یاد کردند، به خصوص در صفحات اجتماعی. و حالا در مقابل الیاسی به میدان آمده که ببینیم عمل کرده او در نیمه دوم و یا هم در راوند دوم و یا در لحظات بعدی این مسابقات چگونه خواهد بود. هر دو تلاش هایی دارن. پای الیاس چندین بار گرفت اما مقاومت های الیاس کارساز بود و اینجا اجازه نمیده برای کلیم الله تا کمر او رو به زمین بزنه. نمایی از تماشاچیان رو هم در بکراند این کشتی میبینیم. چقدر خوب کشتی میگیرن این دو ورزشکار. این راوندر به نفع خود خوب اتمام میرسانه. کلیم الله از ولایت بادغیس دو امتیاز هم اهدا میشه برای او. به طوری که دیده میشه احساس ناراحتی هم داره و جمله سه امتیاز برای او برمقان میایه. با هم در تکرار صحنه ببینیم یک لحظه رفت که از حرکت کوشک استفاده بکنه ناموفق بود، سپس رفت که از حرکت زنگی استفاده بکنه اما متاسفانه که الیاس نمیتونه یک بار دیگر پیروزی رو به دست بیاره و کلیم اللهیه که موفق میشه. دست او هم آسیب دیده. نگفته نمانه که او شب دوم مسابقات آب جوش روی دست او ریخت و از ناحیه دست خودش احساس ناراحتی هم داشت اما با آن هم آمد و مسابقه انجام داد. طوری که دیده میشه به سختی توانسته که دستای خودش در کمربند کشتی کلیم الله جای بده و این میتونه برای او کمی مشکل باشه. آفرین بر الیاسی که تا این جای کار پیش آمده و عملکرد خوبی را از خودش به نمایش گذاشته. برد و باخت در کشتی پهلوانی وجود داره و این یک امر عادی هست و اینجا ببینیم که در این راوند از مسابقه و در این لحظه از این تقابل جذاب و حیاتی که میتونه پیروز بشه. استاد خالد یک لحظه دست خودش به نشانه حلال بلند کرد اما داور مسابقه دو امتیاز اهدا میکنه برای الیاس از کلپ پهلوانی ستاره آسیای ولایت هرات مقابل کلیم الله از ولایت بادغیس. ادامه داره این مسابقه. چقدر جذاب شده این تقابل آتشین و جذاب در وزن 60 کیلوگرم. حاجی شریف احمد حیدری هم در کناری توشک حضور داره و نکاتی رو برای الیاس هم گوشزد میکنه. گهگاهی این مسابقه همچنان جریان داره. اینجا کلیم اللهی که به پیروزی میرسه. ببینیم چگونه در میان تشویق تماشاچیان حاضر در ورزشگاه پهلوانی ولایت بادغیس قرار میگیره. باز هم دو امتیاز کسب میکنه و حالا برنده کریم الله بود از ولایت بادغیس و باید نگفته نمونه که ورزشکاران زمانی که قرار مسابقات انجام بدن و وارد میدان مسابقه بشن احتیاط لازم رو باید انجام بدن و دیدیم که واقعا ورزشکار ما از ولایت بادغیس تا اینجای کار عالی عمل کرد داشته. و حالا ببینیم که صحبت های استاد حکمت الله حکیمی هم در کناره های توشک میتونه چاره ساز باشه برای الیاس یا هم مسابقه به نفع ورزشکاری از ولایت بادغیس به پایان خواهد رسید. بله، مسابقه ادامه داره و داورهای مسابقه نکاتی که باید میدیدن به نظریات خود ارائه میکردن دادن به یک دیگر و صحبت ها ادامه داره و حالا ببینیم در ادامه کدام ورزشکار مسابقه به نفع خود به اتمام میرسن. آیا الیاس میتونه به یک راند که حلال بسازه مسابقه و به فینال مسابقات وزن 60 کیلوگرم راه پیدا کنی یا خیر از بین این دو ورزشکار هر کدام مسابقه رو واگذار کنن مقام سوم مشترک از آن خود خواهند ساخت. ببینیم که بالاخره کی به قهرمانی یا یک قدم به قهرمانی
میرسه و کی هم مقام سوم را از آن خود میسازه. وقت کم کم رو به اتمامه و حالا باز هم ایلیاس میرفت از حرکت کجا استفاده بکنه و حالا و حالا ببینیم که تصمیم داور چه. یک لحظه رفت از حرکت کجا استفاده بکنه، اما ورزشکار بادخیزی میرفت از حرکت زنگه راسته استفاده کنه، اما مسابقه حلال میشه. بله مسابقه به نفع ورزشکاری از ولایت بادخیز میشه. بله باید هم حلال میشد این مسابقه. چقدر کشتی زیبایی رو در این راوند از خودش به نمایش گذاشت. الیاس از جا بلند کرد و با حرکت زیبای فوق‌العاده نیمکی که داشت پرقدرت و با صلابت کمر عریف خور به زمین زد و فوق‌العاده کار کرد. قو حسین پیروزی و تبریک میگیم برای کلیم الله از ولایت بادقیس. این گونه در میان تشویق کادر فنی و همچنین سرمربی خودش هم قرار میگیره پهلوان کلیم الله از ولایت بادقیس. کمر قهرمان وزن 60 کیلوگرم ولایت هرات به زمین زد و یک نیمک دیدنی و خارق العاده ای از خودش به نمایش گذاشت و ورزشکار به وجد آورد. به تمامی تماشاچیانی که از ولایت بادقیس بودند بلند شدند و این مسابقه را تماشا کردند و حتی تشویق کردند. هر دو پهلوانه، هر دو خوب کشتی گرفتند. حالا قراره که ملا محمود با لباس سبز از ولایت بادقیس وارد میدان بشه در مقابل حریف خودش. ببینیم که نوید احمد با لباس آبی از ولایت زیبای فرات چه عکس العمل در مقابل ملا محمود به نمایش میگذاره. و از بین این دو ورزشکار هم هر کدام به برتری برسند به فینال وزن 70 کیلوگرم تیم ملی گوشتی افغانستان راه پیدا میکنند و هر کدام در امین مسابقه رو گذار کنند به نفع حریف خود. مقام سوم مشترک از آن خود خواهند ساخت. نمای از مردم ولایت بادقیس را هم در تصویر می‌بینی. هر ورزشکاری که بتونه مقام اول رو بگیره به تیم ملی شرکت فولاد سکلت به رهبری حاجی نقیب‌الله حقمل $200 برای او اهدا خواهد کرد. و ببینیم که از بین این دو ورزشکار کی میتونه که این $200 آمریکایی رو دریافت بکنه. البته در فینال اگر که بتونن در فینال حریف خودشان شکست بدن این مبلغ برایشان اهدا خواهد شد. داور مسابقه اشاره میکنه برایشان که در میانه های توشک قرار بگیرند و مسابقه را ادامه بدند. ورزشگاه غرق در سکوت و همچنان منتظر این هستند تا مسابقه آغاز بشه. یک اخطار ملا محمود دریافت میکنه به خاطر کمکاری. ببینیم حالا نوید احمد تلاش برای داره تا از حرکتی که داره استفاده بکنه و حالا حرکت اندیچپی ملا محمود باعث عظیم میشه تا امتیاز کسب کنه. ببینیم در تکرار صحنه نوید احمد میرفت از حرکتی که داره استفاده بکنه، اما آقای سمک دو امتیاز رو برای ملا محمود اهدا میکنه و در ادامه ببینیم که کدام ورزشکار امتیاز کسب میکنه. باز هم ملا محمود و همچنین نوید جان احساس درد میکنن. بله کادر پزشکی وارد میدان میشه تا به وضعیت ملا محمود رسیدگی بکنند. شما نمایی از مردم رو میبینیم که در ولایت بادقیس و در ورزشگاه پهلوانی که نسیم شاه پهلوان ساخته اشتراک کردند و این مسابقات را از نزدیک تماشا کردند. ما از هفته گذشته که رفتیم به ولایت بادقیس و سپس این مسابقات را خدمت شما عزیزان به نشر رساندیم و حالا شما بیننده قسمت ششم این برنامه ها هستید و دیدیم که ملا محمود موفق شد مقابل حریف خودش به پیروزی برسه و به دور بعدی مسابقات صعود بکنه. و حالا سیفی الله پهلوان زاده از ولایت هرات با لباس سبز در مقابل او خالد با لباس آبی در وزن آزاد با هم به رقابت میپردازند. ببینیم که کدام یک به برتری میرسه، آیا ورزشکاری از ولایت فراه و یا هم ورزشکاری که از ولایت هرات که با لباس سبز و آبی مقابل هم سفرایی میکنن. باز هم سیفی الله کوشش داره تا خالد را از جا بلند کنه و از حرکتی که داره استفاده بکنه. هر دو ورزشکار گفتم که در وزن مثبت 100 کیلوگرم یا هم اوپن مقابل هم قرار گرفتن. باز هم تلاش های هر دو ورزشکار رو میبینیم. یک لحظه سیفی الله میره تا از حرکت اندیچپ استفاده بکنه مقابل خالد، موفق نیه. تلاش های هر دو ورزشکار رفتن به کناره های توشک و باز هم مسابقه ادامه داره. باز هم سیفی الله میره از حرکت زنگه راست استفاده بکنه و موفق نیه و حالا خالد امتیاز کسب میکنه در مقابل سیفی الله پهلوان زاده. هر دو ورزشکار هرچی تلاش کردن و تا امتیاز کسب کنن و در آخر کار سیفی الله پهلوان زاده موفق نبود از حرکتی که داره استفاده بکنه. ببینیم در تکرار صحنه چندین چمر استفاده کرد مقابل خالد از ولایت فرا، اما موفق نبود و در آخر کار خالد موفق شد امتیاز در مقابل سیفی الله به دست بیاره. مسابقه ادامه داره، ببینیم که این بار چه کار خواهد شد و از بین این دو ورزشکار کی میتونه برتری رو به دست بیاره. نمره بعدی رو به نظر شما کی دریافت میکنه جاوید جان؟ حالا مسابقه
به تلاش و زحمت هر دو ورزشکار وابسته که کدام یک بیشتر زحمت کشیده تا امتیاز به دست بیاره. تا این جای کار که دیدیم خالد پهلوان امتیاز خوبی رو به دست آورده در مقابل سفیولا قدرتمند. با حال یک لحظه سفیولا میره از حرکت کدش استفاده کنه، باز هم زنگه راسته موفق نیه و خالد باز هم امتیاز کسب میکنه، یک امتیاز دیگه هم به نفع خالد از ولایت فرا با لباس اوبی میشه و حالا باید مسابقه ادامه پیدا کنه. پیرهن خالد جون یک لحظه فکر کنم کنده شده و همچنین سفیلا جان احساس ناراحتی میکنه. در تکرار صحنه ببینی بله یک لحظه میره چپ راست موفق نبود و باز هم زنگه راستی که ناتمام میمونه و سفیلا امتیاز از دست میده و حالا ببینیم در ادامه چی میشه و کدام ورزشکار امتیاز کسب بکنه. تا اینجای کار خالد برنده مسابقه بوده و سفیولا امتیاز از دست داده. یک لحظه میرفت از حرکت زنگه راسته استفاده بکنه، موفق نیه و حالا خالد ببینیم که امتیاز بله یک امتیاز به نفع سفیولا پهلوان زاده میشه و مسابقه همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجای کار تلاشه هر دو ورزشکار میبینیم که میفهمون چرا سفیولا جان اینقدر احساس درد میکنه و احساس کسالت میکنه در اسنای مسابقه. دورهایی که در گوشه و کناره ورزشگاه هستم اگر ورزشگاه آسیب جدی ببینن انشالله رسیدگی میکنن و مسابقه که ادامه داره. تا اینجای کار خالد امتیازی بیشتر کسب کرده و او به فینال تیم ملی در وزن آزاد راه پیدا میکنه. هر کدوم که عزل بشن سوم خواهد شد. باز هم سفیلا میرفت از حرکت دلوم پا استفاده بکنه، باز هم میره زنگه چپه موفق نیه. یک لحظه پای چپر سفیلا گرفت و حالا ببینیم تصمیم داور چه حلال مسابقه. مسابقه حلال شد و برنده این مسابقه خالد از ولایت فرا با لباس آبی میشه. بله سفیولای پهلوان زاده شکست میخوره و از گردنی رقابت ها کنار میره مقابل خالد فراهی و عنوان سومی سفیولا پهلوان زاده از ولایت هرات و دست میاره و دسته خالد پهلوان هم بلند میشه. ببینیم که دوستان و همکلپی های او و همولایتی های خالد پهلوان چقدر او رو تشویق میکنن و در بالای شانه های خودشان بلند کردن تا از پیروزی که به دست آورده تجلیل بکنن. کمر سفیولای پهلوان زاده رو به زمین زده و این کم کاری نیست. با هم در تکرار صحنه ببینیم این گونه موفقیت رو به دست آورد. و حالا مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم ملا میرویس بالا به سبز از ولایت بادغیس در مقابل او ورزشکاری از ولایت فرا وارد میدان مسابقه شده. ببینین که این تقابل چی میشه و کدام یک موفق میشه که کمر حریف خود به زمین بذاره و آغاز مسابقه. حالا دیگه هر دو ورزشکار میتونن از چمی که دارن استفاده کنن روی یک دیگر و مسابقه که آغاز شده. هر دو ورزشکار قهرمان های وزن اوپن ولایات خود هستند. یک لحظه باز هم تلاش های ملا میرویس میبینیم که کوشش بر حرکتی داره تا استفاده بکنه و یا هم میخواه از حرکت اندی راسته استفاده بکنه. باز هم داور تذکر میده به ورزشکار که باید کار بکنن. ببینیم که کدام ورزشکار موفق میشه چمی که داره استفاده بکنه. یک لحظه در ابتدای کار ما دیدیم که ملا میرویس رو حرکت یعنی شانه راست رفت تا از حرکتی که داره استفاده بکنه. باز هم ورزشکار هر دو تا به کنارهای تو شک میه و حالا دیگه دست ملا میرویس جا شده و باید حرکتی که داره استفاده بکنه و موفق هم هست. در تکرار صحنه ببینیم که میرفت یک لحظه از حرکت زنگه راست استفاده بکنه، جلوگیری میکنه ورزشکاری که از ولایت فرای و در آخر کار از حرکت چپ راست استفاده میکنه در مقابل حریف خو و امتیاز به دست میاره. بله ملا میرویسی که در میان تشویق تماشاچیان حاضر در ورزشگاه پهلوانی ولایت بادغیس هم قرار میگیره و عمل کرده و تا اینجای کار فوق‌العاده بوده. ببینیم که تمامی تماشاچیانی که حاضر در ورزشگاه هستن او تشویق میکنند و از ناحیه پای خودش هم احساس ناراحتی داره. مسابقه در حال جریان و ادامه داره و داور هم اونا رو به وسط توشک فرا میخونه تا مسابقه خودشان ادامه بدند. و حالا ملا میرویس به دلیل اینکه کم کار بوده به هم دست خود نگرفته اخطار دریافت میکنه. داور به صحنه نزدیکه، یک لحظه اشاره به اخطار داشت اما یادآور نشد که به دلیل چی. ببینید که مسابقه ادامه داره و حالا هر دو ورزشکار از جمعهایی که دارن نیست، باز هم اخطار و یک نمره دیگه هم برای ورزشکاری که از ولایت فرایه داده میشه توسط داور مسابقه. و حالا مسابقه که تا اینجای کار به نفع ملا میرویس بوده اما یک نکته خیلی مهم
اینه که دو اختار کسب کرده ملا میرویس و این میتونه او را از گردنه مسابقات حذف بسازه و حالا وقت به اتمام رسید و برنده مسابقه ملا میرویس از ولایت بادقیس میشه و او موفق میشه کمر حریف خود به زمین بزنه و امتیازی که به دست آورده بود به دور بعدی مسابقات تیم ملی گوشتی افغانستان راه پیدا کنه و به فینال مسابقات صعود کنه. ببینیم که از بین خالد از ولایت فرا که چند لحظه پیش کمر سفیولور به زمین زد و همچنین ملا میرویس کدام یک موفق میشن قهرمانی از آن خود بسازن و مقام اول تیم ملی به دست بیارن. دوستان مهربان، این بود قسمت ششم مسابقات تیم ملی که با شما عزیزان دیدیم و امیدواریم که جالب بوده باشه به شما و انشالله تا قسمت بعدی که ما و همکار خوب ما اسیبولا جان عثمانی خدمت شما قرار میگیریم شما خوبان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. ایام به کامتان.